الرحمن الرحیم، بیننده های خوب تلویزیون ایمان و مخصوصا بیننده های خاص برنامه آینه، خوش آمدید به تماشای یک برنامه دیگه. من محبوب جمشیدی باسم از آدرس این برنامه که تقریبا میشه گفت برنامه ویژه هست در خدمت شما عزیزان قرار دارم. برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و پیش و پیش عید سعید قربان خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که روزهای شما مملو از خوشی باشه، همه روزهای سال شما عید باشه با سبد سبد پیام خوب، گلهای نازنینی که همگی عطر بوی محبت در داشته باشم، عطر بوی انسانیت و انسان دوستی و نو دوستی داشته باشم. آرزو میکنم که در این ایام مبارک لبهای همه شما پر از لبخند و قلبهای شما مملو از صفا و صمیمیت باشه. خداوند دردها و رنجها از شما دور داشته باشه و موفقیتها قرین و یار و یاور و همراه شما بگرده. طوری که گفتم برنامه امروز است، چون در آستانه عید سعید قربان قرار داریم، امروز اختصاص دادیم برنامه ای که صحبت خواهد داشتیم، مهمان عزیزی خواهد داشتیم پیرامون عید و تجلیل از عید و چگونه در وطن تجلیل می شد این روز مبارک و چگونه در دیار غربت تجلیل می شد این روز، تفاوت های با خود خواهد داشت، صحبت خواهد داشتیم، لحظه گفت و شنیدی داریم. امیدوارم که تا ختم برنامه همچنان شما با ما همراه بوده باشید. و قابل ذکر است که قبل از اینکه بریم روی اصل موضوع و مهمان عزیز خود دعوت بکنیم که صحبت خود آغاز بکنن، یک بار دیگه هم صمیمانه از حضور همه شما بیننده های گرامی و دوست داشتنی بطلبم که لطفا با پیام های خود خود، لطفا با کامنت های بسیار زیبا خود خود، با انتقادات سازنده خود خود ما را همراهی بکنین. و چون در شروع راه هستین، دقیقا نظریات شما، انتقادات به جا و سالم شما و پیشنهادات شما میتونه سازنده باشه و میتونه که در قرامندی از این پروگرام ما کمک میکنه تا انشالله بعدها با برنامه های بهتر پر محتواتر در خدمت شما عزیزان قرار داشته باشیم. برنامه کاملا خودمانی هست و از خود شما هست. ما پذیرای هر گونه پیشنهاد، انتقاد، نظریات و هر نظر خاصی که شما داشته باشیم، ما پذیرای از او در آغوش باز و پیشانی باز خواهد بود. خب بس از عید قربان شد، خوب هست که در شروع یک دو مصرع شعر خدمت شما تقدیم بکنم، بعدا از مهمان عزیز خود خواهش بکنم که با ما آغاز بکنن برنامه. عید قربان است، ای یاران گلفشانی کنید، در منای دل وقوف از حج روحانی کنید، تا نیفتاد از جان در پنجه گرگ هوا، گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید. یک بار دیگر خوش آمدید عزیزان به برنامه و عزیزان که حالا با ما پیوستن، با شما یک عرض سلام دارم و پیشا پیش عید سعید قربان خدمت شما هم تبریک عرض می کنم. میریم و شروع میکنیم صحبت با مهمان عزیز ما. مهمان عزیز این هفته ما خانم جمیله شهرام احمدزی است. خانم احمدزی یک تن از خانمهای جوان و فعال که در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا زندگی میکنن و فعالیت های خوبی دارن. یک مادر بسیار موفق و یک خانم موفق، یک جوان برومند، توانمند، مستعد. جمیله جان خوش آمدی از برنامه. این برنامه از خودت است و شروع بکن. سلامی داری با بیننده ها، پیامی دارین میشنویم. سلام دارم خدمت شما محبوبه جان عزیز دل، تشکر از این که در برنامه زیبایتان مرا دعوت کردین، کوچک نوازی کردین و یک سلام خاص خدمت تمام بینندگان عزیز که از طریق این دریچه ما را تماشا میکنه و قبل از قبل یا پیش از پیش یک عید خوش مملو از روزهای خوش و پر از صلح و آرامی در کنار فامیلای عزیز خود داشته باشد. بسیار تشکر، لطف کردی عزیزم که دعوت ما قبول کردی و مهمان برنامه شدی. امیدوارم تا ختم برنامه همچنین خوش بگذره به تو و خوش بگذره بر بیننده ها گفته شنید ما طور که تعقیب میکنم انشاءالله. جمیله جان، خب ما و شما گفتیم که در آستانه فرارسیدن ایام شریف عید هستیم و خب مطمئنا
عید سید قربان این جشن بزرگ مسلمانان که در گوشه و کنار جهان به نحو مطابق با فرهنگ آداب و رسوم هر منطقه از دنیا ای تجلیل میشه، مسلمانان تجلیل میکنن عید. ما و شما هم در افغانستان تجلیل از روزهای عید بسیار با شکوه، بسیار با یک عشق، با یک ذوق روزهای ایام عید آغاز میکنیم و خب بر همگان معلوم هست که سه روز عید ما برنامه داریم، رخصتی عمومی داریم و بی‌صبرانه قلبای ما میتپه که چی وقت عید فرا میرسه تا ما بتانیم که همو پیام انسان دوستی، نو دوستی، پیام محبت را به یک دیگر خود خوب برسانیم و یک بار دیگه ثابت بکنیم به هم دیگر خود که چقدر ما قلبای ما با هم نزدیک هست و او مطمئنن این پیام ما از طریق همو آداب و رسومی که در ایام عید داریم انتقال میدیم که بعضی صحبت خواهد کردیم. خب جمیله جان شما میشه که یک کوتاه بر سابقه کاری خود خو یک نظر کوتاهی بیندازیم که این آشنا بشن شما در افغانستان از چقدر مدت میشه که شما آمدین در امریکا زندگی میکنین و در افغانستان مسئول که چی کارهایی بودین و در بخش دوم سوال عید در افغانستان چگونه تجلیل میکرد؟ تشکر محبوب جان، سوال شما بسیار زیاد تشکر، لطف کردین. من در افغانستان مکتب ابتدایی را در مکتب لیسه مریم خواندم و بعد از اینکه از لیسه مریم فارغ شدیم، البته لیسه عالی بود که هم دوره ابتدایی داشت و هم دوره ثانوی داشت، ما از مکتب لیسه مریم فارغ شدیم در سال 1985. بعد از او به تحصیلات خود ادامه دادم، از پنزه شرایط پنتون کابل فارغ شدیم که به درجه اعلا بود البته، و بعد از اون مدت یک سال در بخش وکالت دفاع درس خواندیم که جواز وکالت دفاع گرفتیم و مدت 5 سال یا بیشتر از آن منعیست مشاور حقوقی در وزارت امور زنان در بخش جندر و سارنوالی من خشونت علیه زن افای وظیفه نمیده. بسیار عالی، واقعا در پست‌های کلیدی و اساسی که شما کار کردیم و نقش ایفا کردیم دقیقا در اون زمان در افغانستان نهایت تاثیرگذار بود. کار در دستگاه قوه قضاییه و کار در اداره امور زنان که مرتبط بود تمام فعالیت اینا بر زنان و فوکس آنها روی پیشرفت زنان، روی توانمندسازی زنان بود. بدون شک در موقف های بسیار کلیدی و اساسی کار میکردیم و مطمئنا خدمات شما خدمات قابل شایان بوده و تاثیرات خود خود داشته. خب با کمال تاسف که ما و شما اگه یک بار یک نظر بیندازیم میبینیم که زحمات و تلاش های چندین ساله که هر کدام ما و شما به مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم کردیم تا به او رسیدیم و زحمت کشیدیم تا حاصل بگیریم از زحمت به نحوی همه را از دست دادیم به نحوی. خب نمیخوایم بپیچیم روی از این موضوع چون ایام عید است، میخوایم بیشتر پیام خوشی و شادمانی تقدیم مردم خوب بکنین و آرزوی از این میکنیم که صفحه تاریک و سیاه هر چیزی در یک بار دیگه باز هم از صفحه روزگار و از وطن ما و از وطن نازنین ما و شما مخ و نابود بگرده و باز طلوع خورشید همچنین استقبال بکنه خوشی های مردم افغانستان. جمیله جان، بیشتر در این برنامه ما کوشش میکنیم که وقت صحبت میکنیم و در هر برنامه یک مهمان داریم، هدف اصلی این هست که ما مهمانایی که دعوت میکنیم در برنامه تجربیات از اونها در دیار غربت، تجربیات از اونها در یک کشوری که زندگی نوی را آغاز کردن در اون، در یک کشور جدید و در زندگی جدید، میخوایم تجربیات از اونها شریک بسازیم با او تعداد از هموطنای عزیز و مخصوصا خانما که زمانی که از میاین و یک کشور دیگه و یک گوشه دیگه از جهان به زندگی کردن انتخاب میکنن، مطمئنن زندگی در غربت مشکلات خود خورداره و به نحو مشکلات تحت تاثیر قرار میده اونا. ما میخواییم تجربیات افراد موفق رو بشنویم، چگونه این مسیر و این سفر رو طی کردن، چیها در شروع دیدن و چگونه توانستن که بر این مشکلات غالب بشن و موفق بیرون بشن از این امتحان.
ای هدف ما ای هست که انگیزه بدیم و تشویق بکنیم و عزیزانی که به نحو شکایت و شکوا دارن و به نحو تحت تاثیر قرار گرفتن که بیاین راه درست انتخاب بکنن و از تجربیات دکتر و عزیزانی که یک راه پیمودن با موفقیت تجربیات از اون استفاده بکنن، در حقیقت انگیزه بده بر از اونا که بتانن با مشکلات مقابله بکنن. هدف ای هست. بخاطر از ای هم ما و شما اول این سوال را از شما میکنم که اول این تجربه خود تجربه خود با بیننده های عزیز شریک بسازیم، باز بعدا یک سوال دیگه سوال ایدانه خواهد داشتیم. چگونه زندگی را آغاز کردیم در امریکا؟ چه مشکلاتی دیدیم و چگونه از بر مشکلات غالب شده؟ محبوبه جان، قسمی که اما میدانن وقتی که یک شخص از یک کشور به کشور دیگر مهاجر میشه، طبعا یک امر طبیعی است که باید از صفر شروع کنه، چون با یک کلچر فرهنگ نو، با یک کلچر نو، با زبان نو، با یک محیط نو بسیار مشکل است که شخص دفعتن وارد میشه و با اون محیط خود عادت بده. من هم چه اشخاص دیگه وقتی که وارد کالیفرنیا ایالت متحده امریکا شدم، خوشبختانه کم و بیش به انگلیسی بلدیت داشتم، اونقدر مشکل نداشتم، اما کلچر نو، فرهنگ نو، محیط نو مرا ابتدا زیاد تحت تاثیر خود گرفته بود و تا حدی بود که در ابتدا من تصمیم گرفتم که دوباره به وطن برگردم. اما یگانه کاری که انسان باید بکنه صبرشی که بایی، پشت کار داشتن میتونه که انسان از زیادتر برسانه و یک شرط دیگه ای که انسان خودش پشت کار داشته باشه، خودش تلاش کنه، تلاش انسان میتونه انسان به موفقیت ها برسانه. من هم مثل اشخاص دیگه به مشکلات زیاد روبرو بودم. شما میفهمین که دیجه حتی درایور لسنس گرفتن چقدر مشکل است. من به بسیار مشکل تانستم که بعد از این یک تصادم بسیار خطرناک داشتم، بعد از این تانستم که من درایور لسنس خود بگیرم، بعد از این تانستم که آیست آیستا امو کم بیش جایگاه خود پیدا کنم که خوشبختانه عالم نایسی استاد انگلیسی در یکی از مکاتب امریکا که به نام آیلندز کمیونیتی چارتر سکول نامیده میشه، ادلت سکول است و امیگرانت یا به مهاجرین تدریس میکنم و خیلی خوشحال هستم که میتونم خانمای افغانه، نه تنها خانمای افغانه، مردای افغانه و تمام مهاجرینی که از کشورهای مختلف آمدن، اوکراینی هستن، عربا هستن، روسیا هستن، ما برازوا امو تجربه‌ای که دارم و مو دانش کم بیشی که دارم اون را به آنها شریک بسازم و آنها بتانه از من یک چیز بیاموزن. بسیار خوشحال هستم که آنها را نه تنها در بخش زبان کمک میکنم، همکاری میکنم، در بخش های متفاوت مثلا بر از اونها تدریس میکنم که یک خانم چطور بتانه درس پرمیت یا مو اجازه نامه خود بخونه که بتانه ای درایور لسنس بگیره و چطور یک شخص بتانه که شهروند امریکا شوه کدام سوالات باید بخونه، کدام سابجکت باید مطالعه کنه که ما بر از اونها صنفای سیتیزنشپ تدویر کردیم، اونها را تدریس میکنم. دیگر در پلی زبان انگلیسی در بخش های مختلف هم شاگردام کاری دارم که در حدود 100 شاگرد دارم و بسیار خوشحال هستم که میتونم که همراه یک امو تجربه کم بیشی که دارم، امو نالج کم بیشی که دارم، میتونم که امو را در جامعه پخش کنم و همراه مهاجرین، بخصوص مهاجرینی که مثل ما و شما مشکلات زیاده داشتن، آنها را بتونم درس های مختلف کمک کنم. بسیار عالی، بسیار عالی. موفق باشین و آرزوی موفقیت های بیشتر شو بر شما دارم جمیله جان. عزیزان ما کمیل از بیننده برنامه هستن، متوجه باشم که خب فکر میکنم در پی هر تاریکی یک روشنایی هست و مشروط بر اینه که خودت مصمم باشی و رای خود درست انتخاب کرده باشی، از مشکلات نترسی، حراس نکنی و هیچ وقت سر تسلیم فرود نیاری بر مشکلات و چالش های زندگی، چون زندگی خودش در نفس خود یک چالشه ده. و من به این باور هستم که مشکلات و درگیری های زندگی به مراتب زیادتر از فرصت ها و خوبی ها و خوشی های زندگی است و این ما هستیم که چالش ها تبدیل به فرصت میتونیم بکنیم و مشکلات ها میتونیم که به نحوی به سادگی اثر را خبر بداریم و تبدیل بکنیم به یک
فرصت خوب و مناسب بستگی به توانمندی و اراده خود ما داره. چنانچه که جمیله جان گفتن دیدیم که در شروع اینها هم مشکلات خود خود داشته، اما چطوره توانستن که قدم با قدم مراحل را طی بکنن و امروز انشاءالله در جایگاه قرار بگیرن که مصدر خدمت بشن برای هموطنان خود و برای دیگه کسایی که نیاز به خدمات در ای دسته و از قبیل خدمات دارن، که نقش معلم بدون شک نقش خیلی سازنده هست. معلم است که جامعه رو می‌سازه. برای شما روزی موفقیت میکنم جمیل جان. خب سوال های ما یک در بیان میشه. سوال دیگه ما این هست که زمانی که در وطن بودین روزهای عید چگونه تجلیل میکردیم؟ چه حس داشتیم؟ و حس امروزی خود خور بگیم که یک روز دیگه ما و شما دارین تا به روز عید. فردا ما روز عرفه هست و پس فردا انشاءالله روز اولی. بگیم که در دو حال و هوای متفاوت چگونه میافیم عیدش؟ خب محبوبه جان عزیز، اینجا دو موضوع را میخوایم بیان کنم. یکی دوره کودکی است و یکی دوره بزرگسالی است. چون در کودکی ایدمو زیبایی و رونق دیگر خدا دارم، چون انگامی که کودک بودم منتظر از این می بودم که چه وقت مادر جان پدر جان به من بگوی یکی اید است، و بدنبال از این بودم که زودتر خینه پیدا کنم، از همه اولتر دست خدا خینه کنم. و دیگر دوره جوانی است یا دوره بزرگسالی است که انسان روز به روز عوض میشه، سال به سال عوض میشه. دیگه امو در مورد عید پرسان کردین نجیبه جان. عید در وطن یک زیبایی خاص خدا داشت، چون همه هم فرهنگ بودیم، هم زبان بودیم و فامیلای عزیزمان در کنار ما بود. و ایج خوب است دیگه، خوش هستیم امی که اولادای ما در کنار ما هست، دوستا هست، آشنا هستن و امی که صحتمند هستیم، خدا را سپاسگزار هستیم. اما در کل کدام اس خاص به عید دیجه نداریم، چون میفهمین اکثریت مردم اینجا در روزای وظیفه اجرا میکنن، مصروف وظیفه هستن. باز هم در این کمیونیتی یا در اجتماعی که ما زندگی میکنیم، خوشبختان افغان ها و مسلمان ها زیاد است، نماز عید میرن همگی، نماز عید ادا میکنیم. اما او زیبایی و رونقی را که در وطن خود ما داشت ایجا احساس نمی کنیم. از یک طرف فامیلای عزیز ما در کنار ما نیستن، خوش و آرام باشن، به وطن خود ما هستن، و از طرف دیگر امو زیبایی و رونقی را که در کشور خود ما داشت ایجا احساس نمی کنیم. شاید خود تانو میره درک کرده باشین. دقیقاً. خب یک موضوع روشن و واضح هست که خب درست هست که در هر گوشه دنیا اگر زندگی برای اگر جای برای زندگی کردن تو انتخاب کرده باشی، بدون شک همونجا وطن تو هست و همونجا خانه تو هست. اما خب دقیقاً هیچ جا وطن نمیشه. دقیقاً داریم حال هوای وطن رو پیدا بکنیم در جایی که دور از هوا و جغرافیای وطنه. خب به هر صورت اینقدر میتونیم بگیم که خب در هر جایی که بتونیم اثر خدمت واقع بشه، در هر جایی که فکر کنی که میتونی یک انسان مفیدی باشی و میتونی در یک گوشه سهم بگیری در جامعه، آزار اذیت تو به کسی نرسه و همچنین بتونی به نحو احترام متقابل نگاه بکنی، نگاه بداری به فرهنگ ها احترام بکنی، این اینجا هست که میتونی گفت که اینجا هم وطن از فرق نمی کنم. هر صورت با امید از این که یک روزی همه ما پرنده های مهاجر دوباره برگردیم به لانه و کاشانه و یک بار دیگه به کنار یک دیگر عید و ایام را تجلیل بکنیم. انشاءالله. این آرزو داره. این پیام داری جمیله جان به مناسبت عید به هموطنان ما در اینجا، کسایی که ما و شما میبینن؟ ما با استانی عید قرار داریم، از طرف دیگه هم میبینیم که تهدید باز هم ویروس کرونا تهدید میکنه مردم را. ایام چی هست؟ چگونه دید و بازدید بکنیم؟ چگونه ایام تجلیل بکنیم؟ چی چیزا رو باید مراعات بکنیم؟ خب در قدم نخست یک بار دیگر عید خوش و عید مملو از خوشی در کنار فامیل خود داشته باشن. برشان کدام گفتنی خاص ندارم، اما قدر میگم که هنوزم مریضی کرونا وجود داره و کوشش کنن که دید بازی در قسم کنن که از این مرض در همان باشن انشالله.
و اگر با کسی خدای نخواسته کدام قهر هستن یا خفه هستن، با دوستای خود یا با همکارای خود یا با فامیلای خود لطفا آشتی بکنن و کینه و کدورت را کنار بگذارن، چون ایام خوشی است. کوشش کنن که با هم دیگر خوش باشن و از این روزی به عنوان روزای خوشی تجلیل کنن. دقیقا پیام عید، پیام عمده و اساسی از این هست که پیام انسان دوستی، نو دوستی، محبت به یک دیگر، محبت ورزیدن به یک دیگر، در حقیقت درک هم دیگر، گذاشتن کینه ها و کدورت به یک طرف، پیام انسانیت هست در کل. مخصوصا عید قربان که پیام خاص دیگه هم با خود همراه داره. چگونه ما بتانیم که در این عید واقعا قربانی بدیم. قربانی به این معنی که بیاییم به خاطر بعضی مشکلاتی که دامنگیر یک تعداد از کسایی هست که دست از اونا کوتاه هست، از هر جا ما قربانی بدیم، ما بتانیم که در حقیقت به نحو حمایت بکنیم و به نحو تکیگاه از اون مردم بشیم. بگذاریم از بعضی چیزهایی که امکان داره پیام منفی با خود داشته باشه، یه قربانی بدیم و گذر بکنیم و فراموش بکنیم تمام کینه ها و کدورت ها، صفحه جدیدی باز بکنیم. و این آرزو ما داریم بر تک تک از هموطنان ما که همچنین این پیام ای در عملی بتادن، عملا در زندگی خود خود. جمیله جان کوتاه اگر بگی که بر او تعداد از جوانان و نوجوانایی که دور از وطن عید تجلیل میکنن و شاید کمتر در وطن عید تجلیل کرده باشن، به عنوان یک مادر فکر میکنی رسالت والدین چی هست؟ چگونه بکنن که به خاطر حفظ اصالت ها و حفظ فرهنگ اصیل خود خود و رسم و رواج های خود خود که فراموش نسل جوان نشه، چی کارهایی باید انجام بدیم در درون خانواده؟ خب در گوشه دنیا که زندگی میکنن کوشش کنن که چون امیهید یک نوعی از فرهنگ و کلچر است، این را باید تجلیل کنن و امو ایدانه که به طفلا داده میشه ایدی برش میگیم، ایدی بر طفلا کابتن که امی فرهنگ ما فراموش نشه و امو سفره ایدی را آماده بسازن و دستای اطفال نازنین خود را خینه کنن تا یک نوع یک خاطره بر از اونا امی فرهنگ زنده مانه برشان. و یک تشکر خاص و جهان سپاس از شما مبوه جان عزیز که در برنامه زیبا و دیدنی تان مرا دعوت کرده. جمیله جان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه، از اینکه لحظات با ما بودین و گذاشتیم، جهان سپاس از شما. امیدوارم که بیننده های عزیز هم لذت برده باشن از بحث خیلی خودمانی که با شما داشتیم، چون در آخری لحظات برنامه قرار داریم. جا داره که از یک و یک بیننده های عزیز سپاسگزاری و قدردانی بکنم از اینکه با ما همیشه همراه هستن. و در ختم میشه گفت که الهی که همیشه گل لبخند بر لبانتان جاری باشد، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان با قنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و مهر پیوسته بر شما بردمان باد. آرزوی موفقیت دارم، اوقاتتان خوش و عیدتان خجسته باد.